با نام و یاد خداوند متعال، بینندگان عزیز سلام بر شما. خوش آمدید به برنامه گیتی نما از شبکه تلویزیونی استقلال. این بار هم از این برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم و به معرفی میگیریم یکی از کشورهای جهان را. امروز میخوایم در رابطه با ژاپن صحبت بکنیم. سلام آقای جعفری، سلام آقای بختیاری، سلام، خیلی خوش آمدید برنامه. ممنون. طبق روال برنامه چه امروز هم میخوایم معرفی بکنیم یک کشوری که بسیار قدرت داره، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی هم داره، در حالی که قدرت نظامی نداره. درست اسلحه داره ولی قدرت نظامی کمتری داره. یک کشوری که پر از جزیره هست، یک کشوری که مشهور شده کلن در جهان تحت نام ژاپن. میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با ژاپن. اگر گفتنی دارین بسم الله. معلومات مختصری دارم در مورد مساحت ژاپن. خود ژاپن کشوری که 62مین کشور از لحاظ مساحت، مساحت در حدود 377873 کیلومتر مربع مساحت. و خود ژاپن از 4 منطقه اصلی تشکیل شده. و 4 منطقه نوشته کنم از 4 جزیره بزرگ. جزیره هونشو، شیکوکو، هوکایدو و کیوشو. اما نزدیک به 6800 جزیره خرد و بزرگ در داخل بزرگترین جزایر ژاپن هست. و به قدر جزیره داره که از بین 6800 جزیره ژاپن فقط 340 جزیره از او از 1 کیلومتر بیشتر مساحت داره. دیگه بقیه مونده جزایر کوچک کوچک هم حتی بین 100 متر، 500 متر و 600 متر مساحت دارن. و خود 98% خاک ژاپن و مساحت ژاپن همین 4 جزیره که بیشتر نام بردم تشکیل میده. آب و هوا و خود منطقه جغرافیایی ژاپن رو میتونه خواسته ما بیشتر بگیم. نه بود دیگه. آب و هوای ژاپن بارانیه. یعنی بیشتر مناطقی بارانیه. چون تقریبا من آمار دارم سالانه در بعضی از مناطقی تا 140 سانتی متر باران بدیده. و یک چیزی میشه گفت خیلی عجیب بود. و یک مسئله عجیبتر اینه که ژاپن نسبت به سایر کشورها زلزله بیشتری داره. چون کوهستانی هست. روی بوسل قرار داره، روی چند تا بوسل قرار داره و همین دلیل زلزله خیز کشوری. سالانه 1500 زلزله در ژاپن صورت میگیره. حتی آمارای رو میبینید در سال 1968 بود اگر اشتباه نکنم 70% توکیو پایتخت از کلان از بین رفت. آره اصلا شد. همون سونامی که برخواست از زلزله بود. سونامی های زیادی به خاطر از اینکه همونطور که مشتبه گفت ژاپن یک کشور مجموعه جزایره، جزیره های خیلی زیادی در ژاپن وجود داره، سونامی های زیادی هم شده به ژاپن. در کنار از اینکه زلزله شده، زمین لرزه شده، سونامی هایی که بسیار بسیار شهر رو تخریب کرده. خب میریم با هم یک بسته معلوماتی میبینیم. بینندگان عزیز با هم میریم و یک بسته معلوماتی رو میبینیم در رابطه با ژاپن، در رابطه با جغرافیای طبیعی ژاپن. بعد از جغرافیای طبیعی ژاپن انشالله در خدمت شما قرار میگیریم، در رابطه با جغرافیای انسانی صحبت میکنیم بعد از معلومات کلی در رابطه با جغرافیای طبیعی. با ما باشید. مجموع الجزایر ژاپن در منهای لایک شرق آسیا قرار دارد. این کشور نوار قوسی شکل است که طول آن را 3800 کیلومتر تخمین می‌زنند. مساحت ژاپن 377873 کیلومتر مربع است. این کشور از نظر مساحت 62مین کشور جهان است. این کشور مجموع الجزایری است که اقیانوس آرام در شرق، دریای ژاپن در غرب، دریای چین شرقی در جنوب و دریای خودسوک در شمال آن قرار گرفته و علاوه بر این دریای استو بین جزایر شیکوکو و هونشو جدایی افکنده است. محیط جزایر کوچک و بزرگ آن و یا طول سواحل آن 29751 کیلومتر است. 98% ژاپن را 4 جزیره اصلی فوق تشکیل می دهند. هونشو بزرگترین جزیره ژاپن است که مساحت آن به تنهایی بالغ بر 60% خاک ژاپن را در بر می گیرد. ژاپن کشوری کوهستانی و زلزله خیز است که هر سال بین 7000 تا 8000 زلزله در این کشور رخ می دهد.
جزایر ژاپن از شمال به جنوب گسترش یافت و به همین دلیل این کشور ضمن آن که متأثر از آب و هوای اقیانوسی است، اما در مجموع آب و هوایی متنوع دارد. در این کشور ریزش سالیانه باران به طور اوسط 1550 میلیمتر است. 68% از سطح ژاپن کوهستانی است، کوههایی که اغلب منشأ آتش فشانی دارند. بر همین اساس قله آتش فشان فوجی یاما با ارتفاع 3776 متر بلندترین نقطه ژاپن محسوب می شود. این کشور بیش از 532 کوه با ارتفاع بیش از 2000 متر دارد. کوههای کیدا داکه با 3192 متر ارتفاع، اوکوهاتا داکه با 3190 متر و یاردیگا داکه با 3180 متر از جمله مهمترین کوههای ژاپن هستند. وجود کوههای پربرف رودخانه های بسیاری را در این کشور به وجود آورده است. ضمن اینکه ناهمواری های طبیعی سطح زمین دریاچه های متعددی نیز ایجاد کرده که مجموعه این رودها و دریاچه ها به زیبایی این کشور باستانی افزوده است. کیتاکامی، ایناواشیرو، بیوا و کالدرا از جمله دریاچه های معروف این کشورند و دریاچه بیوا بزرگترین دریاچه ژاپن است که در جزیره هونشو قرار دارد. ژاپن دارای حیات وحشی بسیار منحصر به فرد است و برخی از گونه های دارکوب، قرقاول، سنجاقک، خرچنگ، کوس ماهی، حلزون، سمندر و پستانداران دریایی ژاپن در هیچ جای دیگری یافت نمی شوند. با وجود این همه تنوع و گوناگونی، تنها 118 نوع پستاندار وحشی زمینی در ژاپن زندگی می کنند که بیشتر آنها جوندگان کوچکند. حیواناتی مثل خرس، گوزن، گراز، سنجاب‌های پرنده، خفاش، میمون و نوعی راکون به نام سگ راکون از جمله گونه‌های حیات وحشی ژاپن هستند. بسیار خوب، مجدداً خوش آمدید به ادامه برنامه گیتنما، معرفی کشور ژاپن. ژاپن، ژاپن، بالاخره هر چیزی که شما میگین بیاد به صورت خلاصه اگر بگم کشور چشم بادومی ها معروف شده در جهان به خاطر اینکه مردمی ها به این سمت دارن. خب در مورد جغرافیای انسانی بخش صحبت میکنیم خود شما بچه‌ها. یک چیزی که خیلی جالبه در جغرافیای انسانی ژاپن اینه که نفوس ژاپن تقریبا بیشتر 50,000 نفر فقط بالای 100 سال داره ژاپن. یه چیز عجیبیه در دنیا، خیلی کمتر هم کشورهایی که به خاطر از اینکه بره به نحو در سطح کشورها معروف شدن به امید به زندگی، کشورها کسایی که امید زیادی به زندگی دارن سطح اول رو دارن در کشورها و تقریبا 78 سال میانگین سنی ژاپنی های یعنی دقیقاً همین سن بالا از نا در حالیه که اونا روزانه 18 ساعت کار میکنن. با این همه فشار کار باز هم سن بالایی دارن و اغلبا میگن به خاطر خوراکی که دارن و تغذیه که میشن. در مورد خوراک اینا که اکثر ژاپنی ها میگن چیز جالبیه، میگه که گوشت اسب میخورن خام، به صورت خام و سرد میخورن و خود ژاپنی ها میگن که همه یکی از عواملی که ما عمر زیاده میکنیم اینه که گوشت اسب به صورت خام میخوره. کامران میگه که سن اینا زیاده و در مورد کار اینا کامران گفتی که کارهایش سختی هم دارن ژاپن. انصافا کارهای سختی دارن، یک چیزی هم که وابستگی زیادی به کارها خود دارن. درصد خودکشی ها در ژاپن بسیار بسیار بالاست. خیلی از کسایی که به محض اینکه از کار اخراج میشن میرن به سمت خودکشی. دولت این کارا خیلی جلوگیری کرده، اما خب بازم با وجود زیاده. مشتبه در مورد جغرافیای انسانی ژاپن ما بیشتر بگو، تعداد نفوس یا تو بود؟ در سال 2001 سرشماری که از کشور ژاپن شده بود در حدود 127 میلیون نفر جمعیت ژاپن تشکیل میده. کل این جمعیت ژاپن 1.83% جمعیت جهان تشکیل میده. یک آمار قابل قبولی از میجی ای 127 میلیون 62 میلیون از جمعیت ژاپن مردم تشکیل میدن و در حدود 65 میلیون جمعیت ژاپن زنان تشکیل میدن و تراکم جمعیت کشور ژاپن در هر کیلومتر 342 نفر زندگی میکنن، چون مساحت ازی کوچکتر نسبت به جمعیت ژاپن. 127 میلیون نفر جمعیت داره و هر کیلومتر 300 ترکیب نژادی ژاپن هم یک چیز قابل توجهه.
یعنی مردمان اصیل ژاپنی 98.5% ترکیب نژادی ژاپن را تشکیل می دهند. یعنی فرض مثال در حدی که با همسایه‌های زیاد داره 0.5% ژاپنی ها تشکیل می دهند. 0.4% کره‌ای ها و 0.6% چینی ها. این میرسونه 98.5% خود ژاپن به همون خود نژاد اصلی و اصیل و نژیب خود ژاپنی ها تشکیل می دهند. زبانو میخوام در رابطه با زبان اینا صحبت کنم. یکی زبانی که پرچم و یکی هم یک مطلبی که باید بیشتر بهش بپرداخته بشه همین کار ژاپنی ها هست. چیزی که اول ما گفتیم 18 ساعت در روز کار میکنن. این کار یک چیز رو بین از همه انسان هایی که در ژاپن زندگی میکنن پایه‌گذاری کرده که مردم ژاپن در طول روز چرت زدن برایشان معموله. بله. یعنی خیلی راحت به سرشان نمیذارن. سرکار میتونن بخوابن. بله 10 تا 20 دقیقه یک ساعت چرت میزنن در حالی که اونا میگن که از خواب نیستن. یعنی یک استراحت جسمی دارن به خاطر اینکه 18 ساعت کار تا چیز جالب هم هست که تقریبا چیزی نزدیک به از دو برابر هم بیشتر از مردم افغانستان و کشور ما کار میکنن. ساعت رسمی 8 ساعت به حساب هست. مثلا میگه که طرف وجدان کاری داره. بله. یعنی اگر فکر میکنم اگر همین قانون در افغانستان ما عملی بشه، یعنی کارمند حق داره که سر کار خوبتونو بخوابه، تمام 8 ساعتی که ما اینجا هم 8 ساعت عمل کار نمیکنه. همین 8 ساعت باید بخوابه. میخوابن بله. بله. یعنی وجدان کاری که دقیقاً بحث فرهنگ اگر در میون باشه، همون فرهنگ جان افتاده در کشور ما. بله. بعد در رابطه با پرچم سفید رنگ هست با یک نقطه سرخ در وسط هست. من یک چیزی دارم قبل از اینکه در مورد پرچم بگیم بگم بفهم چون باید توضیح بده در مورد پرچم. یک جای جوکی بود خوندم میگفت که پرچم ژاپن هر کی در ریکره تنبل ترین آدم چون فقط یک پرچم سفیدی با یک دایره قرمز وسطی دیگه هیچ چیزی دیگه نداره. با این واسه ما اصلا وارد بحث پرچم نمیشم، فقط همون قد کافیه. در رابطه با مردم و زبانش هم اینو بگم که زبان ژاپنی خیلی کلمات و حروف چینی داخلش هست در حالی که اصلا با زبان چینی هیچ ریشه ای ندارن، هیچ ریشه مشترکی ندارن، از هم خیلی متفاوتن در حالی که این تفاوت در حالی هست که کلمات بینشان شباهت مشترک. بله. بسیار خوب. بحث دیگه هم در مورد جغرافیای انسانی داریم بچه‌ها شما بریم پس. خب بینندگان عزیز با ما همراه باشین، ما میریم که یک پکیج مکمل در مورد جغرافیای انسانی ژاپن کشور چشم‌بادیمیا داشته باشیم. دوباره برمیگردیم و برنامه با ما باشیم. جمعیت ژاپن بر اساس برآورد انجام شده توسط اداره آمار این کشور در سال 2011 در حدود 127,433,000 نفر تخمین زده شده است که 1.83% از جمعیت جهان را شامل می شود. میزان مرگ و میر در اطفال 7.3 در هر 1000 تولد می باشد. نرخ رشد جمعیت در کشور ژاپن در حدود 0.03% بوده است. ترکیب نژادی مردم ژاپن را 98.5% ژاپنی ها، 0.5% کره ای ها، 0.4% هم چینی ها و 0.6% آن را بقیه ملل تشکیل می دهند. بر اساس آخرین سرشماری ها 23% جمعیت ژاپن را افراد 65 سال و بالاتر تشکیل می دهند که این امر موجب شده ژاپن پیرترین ساختار جمعیتی جهان را داشته باشد. زبان ژاپنی زبانی از شاخه ژاپاتیک و از خانواده زبانهای آلتایی است و تنها زبان کره‌ای را می توان به آن نزدیک دانست. زبان این کشور جزو یکی از مشکل ترین زبانهای دنیا برای خارجیان به شمار می آید. بر اساس آمار سازمان امور فرهنگی ژاپن در سال 2005 بخش مهمی در حدود 90% از مردم ژاپن پیرو ادیان شینتو و بودایی هستند. گذشته از این دو دین بخش کوچکی از مردم ژاپن مسیحی و یا پیرو دیگر ادیان الهی محسوب می شوند. شینتو به معنای راه خدایان آیین بومی ژاپن است و ریشه های آن به تاریخ اساطیری ژاپن برمی گردد. حدود 100,000 زیارتگاه شینتو در ژاپن وجود دارد. تاکید اصلی و مهم این دین توجه به طبیعت، محترم شمردن زندگی و عشق می باشد. خب بینندگان عزیز باز هم خوش آمدیم به ادامه برنامه گیتنما، یک پکیج معلوماتی در مورد جغرافیای انسانی با یک دیگر دیدیم.
حال موفق میشه درباره فرهنگ، آداب و رسوم ژاپن باید صحبت کنه. کشورهای ژاپن، چین، هند از اون کشورهایی که خیلی آداب و رسوم فرهنگ غنی دارن. آره، چی معلومات داره؟ درسته، با فرهنگ واسه صحبت کن. من بگم؟ بله. بزرگتری از ما. پیر بسیار خوب. فرهنگ‌های متفاوتی در ژاپن هست. چیزی که معروفه اینه که میگن که اگر واقعا وضاحت فرق بین فرهنگ شرقی و غربی خواسته باشین ببینین، اینه که خوب فرهنگ‌های ژاپن رو بیان شما مرور کنه، یعنی چیزایی که در ژاپن هست، یعنی به نحوی در شرق هست نسبت به چیزایی که در اروپا هست بسیار بسیار متفاوته. یعنی چیزایی که در اروپا هست، وقتی یک اروپایی بیاد به داخل ژاپن قدم بزنه، با فرهنگ مردم ژاپن آشنا بشه، شاید شاخ در بیاد. یک ها دقیقاً، مثلا یک چیز جالبه که در اروپا هست، جزء آداب اروپایی یا هست، موقع غذا خوردن اینه که بسیار بسیار آرام غذا میخورن. همین صدای ملچ ملوچ دهان ناوقت غذا خوردن نباید شنیده بشه. اما در ژاپن این قضیه برعکسه، یعنی شما وقتی غذا میخوری بری از این که نشون بدی من از این غذا دارم لذت میبرم، خوشم اومده از این غذا، باید ایتی بخورم به خدا. بله، کاسر هم اینجوری سیده میشه، میه کاسر خوف میکشه این غذا، به خاطر از این که بفهمانه بره مخاطب که من از این غذا دارم لذت میبرم، در حالی که در فرهنگ اروپا این چیز یک، حتی در خود فرهنگ ما هم یک چیز ناشایستیه. بله، یک چیز جالبتر از این، در تقریبا در تمام جهان آدرس های خیابان ها و خانه ها بر اساس مثلا خیابان ها و کوچه ها نام دارن. بله، شماره مثلا خانه ها هم پلاک دارن، خیابان چی، کوچه چی و پلاک چند. اما در ژاپن مسئله اصلا نیه، بدون هیچ آدرسی هست تمام خیابان های ژاپن، اصلا هیچ خیابان نام نداره در ژاپن. و شاید بگن چی رقم اینا پیدا میکنن؟ بله، مثلا اگه خواسته باشه آدرس بدن، مثلا تمام خانه ها و یا تمام بلوک ها و تمام شرکت های تجاری اونجا یک شماره دارن برای خود. مثلا من به کامران آدرس خانه خود در ژاپن بودم، میگم کامران امروز به خانه من بیا به ساعت چند به بلوک شماره مثلا 1240. این کامران با اگر در ژاپن باشه، کسی هم که توریستی نیاز به یک نقشه داره، با نقشه عرض توریست به هر جایی که باشه باید نقشه داشته باشه. اما خود ژاپنی ها میفهمن این چیزه و فکر میکنم یک چیز آسان‌تری هم هست تا این که مثلا بیا خیابان چی و کوچه چی و کوچه چی بزرگراه چی رو حفظ کنه، بیا یک شماره حفظ کنه، خیلی راحت‌تر هست، چیزی که در دیگه کشورها خیلی کم دیده میشه. و یک نکته جالب‌تر از اینا در مورد فرهنگ، از اینا در ژاپن پسرخواندگی چیز رایجه، یعنی فرض برای بگیرین یک خانواده پولدار تا اساسی فقط کافی یکم مقبول بشی، به قول یارو وقتی پسر خوش قدم و قامتی باشی. در ژاپن این رقمه که خانواده ها مثلا یک خانواده پولداری هم پسر ندارن، اونجوا چیز رایجه. مثلا مشابه وقتی یاری برمی دارم به فرزند خانگی میگیرم، تمام ثروت اون خانواده بعد از مرگ او پدر میرسه به مشابه وقتی یاری. حتی فرض برای بگیرین که یک پسری دارن که پسر خیلی مرد به قول یارو گفتنی نیه، توانایی ها سسته، به قول مایلتی ها سسته میزنن، میرن یک پسر میگیرن به فرزند خانگی و اون پسر میگه میشه مثلا فرض برای بگیم مدیره، اون مدیر همون مدیر کارخانه خود میگه آقا جان تو پسر خانده مزید بعد و مدیریت همون کارخانه از این بعد میفته که به عهده از او، یعنی بعد از مرگ از او هم ارث میبره از اون خانواده. یه چیز رایجه در یک دیگه از فرهنگ، از زیبایی های فرهنگ ژاپن اگه بخوام صحبت بکنیم، ژاپن مثل هند پر از فرهنگ، طوری که مشتاق بختیاری گفت ادب این مردم زبان زده، حتی در سیاستش ما دیدیم که نخست وزیرش یا مو رئیس جمهورش به خاطر اینکه یک ترین یا مو مترو یک مترو کمی تاخیر داشت 15 دقیقه به رسم احترام حالت احترام انجام داد. بله، به در مقابل مردمش 15 دقیقه به این حالت وایستاده بود. این ادبشان و یک چیزی که خیلی قشنگ هست در ژاپن به گیاهان و درختان خیلی علاقه دارن و اینا رو هم نمادهای میدونن. مثلا شکوفای گیلاسر میگن ساکورا، به ژاپنی میگن ساکورا، این رو نمادی از زیبایی میدونن. داخل اکثر فیلم های ژاپنی شکوفای گیلاس دیده میشه به خاطر زیبایی که وجود داره. از طرف دیگه هم درخت کاجر میگن ماتسو، ماتسو
نشانی از عمر طولانی داره، طوری که در بخش قبلی هم صحبت کردیم اونا عمر بسیار زیادی دارن، درصدی عمرشان بالا هست و فیصدی که به میانگین از اونا گرفته بسیار بالا هست. با این وصف درخت کاج هم نمادی از عمر طولانی میدونن، همون رقم که کاج همیشه سرسبز و هست تقریبا صدها سال عمر میتونه بکنه، به همون منوال درخت کاج هم یک از این نمادها میدونن. در غذاهای خودشان و در مراسماتی که دارن بسیار یک مراسمات مذهبی عجیب و غریبی دارن، حرکتها همو براه پیمایی که میکنن در روز مذهبی خودشان، اینا کلا زبان زد هست و حتی فستیوال‌های بزرگی دارن، فستیوال‌های بزرگ مذهبی که مردم از تمام جهان از توریست ها جمع میشن و میان به نظاره میشینن چگونگی رعایت کردن مذهب ژاپنی. یه چیز دیگه هم در مورد غذای ژاپن، غذای ژاپن به نحوی میشه گفت طبیعی ترین غذای دنیاه، یعنی همیشه سعی میکنن از طبیعت استفاده کنن در غذای خود. معروف ترین غذای اینا همون غذای سوشیه که در بیشتر کشورها ماهی هم خیلی استفاده میکنن. دقیقاً ماهی و سوشی و دیگه چیه میگو در ژاپن خیلی زیاد استفاده میشه. خب موافقی ما چه پکیج معلوماتی ببینیم؟ من نه موافقم. چرا؟ یه چیز دیگه در مورد فرهنگ اینا فراموش کردم اگه میشه. اگه عجله نیه. آقای امینی هم دوربین خود عیار میکنن. یه چیز جالبه در ژاپن پرداخت کردن انعام یا با قول ما ایرتی ها شاگردونگی برای گارسون رستوران یک کار زشته، توهین کردن برای همون گارسون به هیچ اون. اگر ما این برین برای همون رستوران های ژاپن غذا بخوره بله آقا من نده و یک چیز دیگه هم بیشتر کامران گفت در مورد ادب کشور ژاپن. من بیشتر صبح شب کامرانم به قاسم گفتم در یک هتل ژاپن برای یک دقیقه اینترنت قطع شد، یک دقیقه. صاحب هتل چیکار کرد از نظر شما؟ تی یک مکتوب و یک نامه رسمی به سه زبان، انگلیسی زبان خود فرد و زبان ژاپنی، از شخص مهمان معذرت خواهی کرد. یک دقیقه اینترنت. خب بینندگان عزیز، امیدوارم خسته نشده باشیم. بریم با این دیگر یک پکیج معلوماتی کامل را از فرهنگ و آداب و رسوم کشور ژاپن باید دیگه باش با ما باشیم با گیتی نمای دامده. پرچم ملی ژاپن یک پرچم مستطیلی سفید رنگ است که دایره سرخ توپوری به نشانه خورشید در میانه آن است. این پرچم به زبان ژاپنی نیشوکی است و معنای آن پرچم خورشید نشان یا پرچم خورشید تابان است. این پرچم با نام هینومارو به معنای دایره خورشید نیز شناخته می شود. هر منطقه در ژاپن آداب و رسوم، جشن‌ها، قصه‌های عامیانه محلی و غذاهای خاص خود را دارد. در فرهنگ ژاپنی برخی گیاهان دارای وجهه نمادین هستند. به عنوان مثال شکوفه‌های گیلاس یا ساکورا نماد زیبایی کوتاه مدت و درخت کاج یا ماتسو نماد عمر طولانی است. در ژاپن هر فصل جشن‌ها و آیین‌های سنتی مخصوص به خود را دارد. علاوه بر این جشنواره‌های زیادی برای هر دو مذهب شینتو و بودا برگزار می‌شود. با این همه جشن سال نو اوشوگاتسو مهمترین جشن ژاپن است. به همین مناسبت از روز آخر ماه دسامبر تا سوم ژانویه ژاپن در تعطیلات رسمی به سر می‌برد. این مراسم از شب قبل از سال نو آغاز می‌شود. اغلب مردم به نیت برخوردار شدن از عمر طولانی رشته می‌خورند و سپس به زیارتگاه‌ها یا معابد محلی می‌روند تا برای شادکامی و خوشبختی در سال نو دعا کنند. جشن شکوفه‌های گیلاس از دیگر جشن‌های مهم ژاپنی هاست. هر سال در فصل بهار هنگامی که شکوفه‌های گیلاس صحنه‌های بی‌نظیری را در ژاپن خلق می‌کنند، این جشن با شهرت جهانیش برپا می‌شود. مردم از نقاط دور و نزدیک گرد هم می‌آیند و به تماشای جلوه‌های زیبای طبیعت می‌پردازند. کودومو نوهی، تاناباتا، شیچیکوسان و اوبو از جمله مهمترین جشن‌های این مردمان در این کشور است. استفاده از مواد اولیه تازه در آشپزی سنتی ژاپن بسیار مهم است. در رژیم غذایی مردم ژاپن برنج و ماهی جایگاه خاصی دارد. از غذاهای معروف ژاپنی که شهرت آنها به خیلی از کشورها نیز رسیده است می‌توان به سوشی، ساشیمی و تمپورا اشاره کرد.
از سال 1868 یعنی زمانی که اصلاحات میجی دروازه های ژاپن را بر تجارت و روابط با اروپای شمالی را گشود، مردم ژاپن پوشاک سنتی خود را به تدریج کنار گذاشتند. امروزه تقریبا همه مردم پوشاک غربی بر تن می کنند، اما هنوز هم برای شرکت در مراسم آیینی اغلب مردم این کشور به پوشیدن کیمونوی سنتی علاقه نشان می دهند. مردم ژاپن تحصیل علم را بسیار مهم می دانند. نظام آموزشی عمومی در ژاپن قدمت زیادی داشته و برنامه ریزی آن به بیش از 100 سال تحصیلی در ژاپن از آوریل آغاز می شود، ولی مدارس چند هفته در تابستان و دو هفته هم به مناسبت جشن سال نو میلادی تعطیل می باشند. همچنان معروف ترین دانشگاه در ژاپن به نام دانشگاه توکیو یاد می شود. خب بازم خوش آمدید به ادامه برنامه گیتینما. امیدوارم که تا اینجای برنامه از برنامه ما خسته نشده باشید. با معرفی اقتصاد ژاپن، با معرفی تاریخچه ژاپن در کنار شما هستیم. خب کامران یا مشتبه، اول کدوم یک میگین شما در مورد اقتصاد بگید؟ معلومات مختصر ما در مورد اقتصاد بسیار میدون، بعد اگر تاریخچه معلوماتش کامران. اشکال نداره. بیشتر گفتیم که خود کشور ژاپن کشور کوهستانیه، منابع طبیعی خیلی محدودی داره، آتش فشان ها هست و زلزله خیزه. بله. با وجود این مشکلات که هست، باز هم یکی از جمله پیشرفته ترین کشورها لحاظ صنایع. ما میبینیم که قابل استفاده هم میکنیم بعضی لوازم خانگی، سونی، هیتاچی، واقعا حرف نداره. بله. حساب اصلی مازیگری خیلی و یکی از جمله بزرگترین و سومین کشور لحاظ صنایع صنعتیه. بله. چند شریک عمده داره. آمریکا اول، چین دوم و کره جنوبی سومین کشور که شرکای اقتصادی عمده از هم. 22% آمریکا سهیم در اقتصاد ژاپن، 13% چین و 8% هم کره جنوبی. و در سال 2006 هم عضو صندوق بین المللی پول شد. مثلا جغرافیای اقتصادی ژاپن در حالی که منابع طبیعی کمی داره، اما با این وصف از دریاهای خودش خیلی استفاده میکنه. طوری گفتیم جزیره خیلی زیاد داره، پس معلوم میشه که دریا زیاد داره، دریاهای زیادی داره و کشوریه که آب زیاده داخلش. سونامی هایی که میشه هم از همون دریاها بلند میشه. یکی از منابع درآمد یا بعد اقتصادی رو قوی میکنه در ژاپن ماهی هست. ماهیگیری به شدت رواج داره و بیشترین صادر کننده ماهی هم گفته میشه یکی از کشورهایی که بسیار زیاد ماهی صادر میکنه. و در رابطه با تاریخچه هم اگر بخوایم بیایم صحبت بکنیم از بعد اقتصاد بیایم بیرون، ژاپن یکی از کشورهایی که در طول تاریخ پر دبدبه بوده که همین دبدبه یزی برش ضربه زده. با چین جنگ داشته، در جنگ جهانی دوم یکی از سران جنگ بوده و همچنان همین جنگ ها باعث ازی شد که ژاپن بسیار مورد حمله هم قرار بگیره. و البته بزرگترین... یک نفع خوبی هم داشته بریو. تا حال جز چهار کشور متمدن دنیاه که تا حالی به هیچ عنوان تحت استعمار کسی نه، هیچ بله. کشوری نبوده. خب یکی از عجایب ژاپن هم همین هست، در حالی که آمریکا متفقین به ژاپن حمله میکنن، بله. حتی هیروشیما و ناگازاکی رو میزنن با او وصف که تا هنوز آثار از او هست. بله. وجود داره. با این وصف هنوز ژاپن مستعمره نشده، با اینکه ارتش نداره ژاپن. چند بار شکسته و بعد قوی تر ظاهر شده. بله، ژاپن کشوری که ارتش نداره. یک سری حرفا هم هست در مورد اینکه استقلال افغانستان و استقلال ژاپن در یک زمان در یک سال بوده. این بحث پیشرفت استعمار ژاپن هیچ وقت تحت استعمار نرفته. بله. میتونیم بگیم این حرف درسته، اما خب یک اگر اشتباه نکنم یک واقعه تاریخی ژاپن در همون سال 1921 اتفاق در سال 1919 چند بود که ما استقلال 1919 که استقلال افغانستان گرفته، در همون سال یک اتفاق نادر افتاد در تاریخ ژاپن و همون مبدعی شده برای ژاپن امروزی. بله. هیچ وقت باید فراموش نکنیم افغانستان تحت استعمار بود، اما ژاپن تا حال به هیچ عنوان تحت استعمار نبود. اصلا ژاپن قبل از اینکه این قضايا رخ بده و بیاد روی کرده جایی داشته باشه هم کشور قدرتمندی بود قبل از اون، اما در 1919 آمدن یک روی کرده جدیدی رو به میان آوردن. بله. و بیشتر تلاش کردن تا بتونن کشورشون پیشرفت بده. در مورد اقتصاد یک چند چیز جالب هم بگم برای شما. اقتصاد ژاپن وابستگی زیادی داره به ماهی، یکی که کامران گفت، یک وابستگی زیادی داره به لوازم الکترونیکی.
بله. یعنی چیزی که در ژاپن خیلی خیلی زیاده همین فروشگاه‌های الکترونیکیه، یعنی شما پول پرداخت می‌کنی خودیو، یعنی کسی با پشت دستگاه نیه، نیروی انسانی در وجود نداره، پول پرداخت می‌کنی و به صورت اتومات هر چیزی که در همون ویترین از او هست می‌تونی که بخری، آنلاین شاپ، آنلاین شاپ به قول کامران. چیز جالب داروخانه هم نسخه تحویل می‌کنی خودت، ربات نسخه می‌خونه. دقیقاً ربات سازی اصلا خود ربات سازی یه چیز نیست. دقیقاً همین بحثه. و یه چیز جالب‌تر، 90% گوشی‌های تلفن‌های همراه ژاپن ضد آبن. در بعضی از فیلم‌های ژاپنی اگر دیده باشین اینه که گوشی دستنه و زیر دوش آب داره صحبت می‌کنه. بله. علاقه زیاده دارن مردم ژاپن به اینکه در وقت شنا، در وقتی که استحمام می‌کنن، برن به زیر آب و اونجاها تلفن دقیقاً زیر باران. چون باران هم زیاد هست به ژاپن. اونجاها چیز می‌کنن. ولی یک چیز جالب‌تر اینه که یک قطار ژاپن درست کرده با سرعت 500 کیلومتر در ساعت هم توانایی رفتن داره، 500 کیلومتر در ساعت، و نه برق داره، نه گاز، و نه هم با پترول به نحوی. من فکر میکنم با چیه؟ با قوه مغناطیس از طریق آهنربا برای حرکت میکنه، و چیزی که نادره در جهان داره بند 500 کیلومتر هم در ساعت سرعت هزینه. در مورد تاریخچی و چیزی دیگه هم مونده بچه ها در رابطه با تاریخ بهتره که بریم بستر معلوماتی رو بله بله بس معلوماتی ببینیم بهتر، چیزی دیگه هم فکر نمی‌کنم مونده باشه. بسیار خوب، با این دوربین آقای امینی، خب پس می‌ریم یک پکیج معلوماتی در مورد تاریخچه ژاپن، در مورد اینکه سامورایی‌ها چه رقم انسان‌هایی بودن می‌بینیم و بعد کشور ژاپن در سال 2010 سومین قدرت اقتصادی دنیا پس از آمریکا و چین بوده و در آسیا نیز رتبه دوم را از این لحاظ داراست. این کشور دارای منابع طبیعی خیلی محدودی است و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتش فشانی است. ولی با همکاری‌های دولت در بخش صنعت و نیز سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های پیشرفته، ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا شناخته شده است. صادرات بخش عمده ای از درآمدهای اقتصادی ژاپن را تشکیل می‌دهد و آمریکا با 22.7%، چین با 13.1% و کره جنوبی با 7.8% عمده‌ترین شرکای تجاری این کشور هستند. بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول در اواسط آپریل 2006، ژاپن با رشد اقتصادی 8.2% پیش‌بینی شده برای سال 2006 همردیف کشورهای غربی و در مقام بالا قرار گرفت. تاریخ ژاپن شامل تاریخ رشته جزیره‌های ژاپن و مردم این کشور می‌شود و از دوران پیش از تاریخ تا تاریخ نوین این کشور را به عنوان یک دولت ملت در بر می‌گیرد. نخستین ارجاع شناخته شده این نوشتاری به ژاپن در قرن اول میلادی و در مجموعه متن‌های چینی 24 تاریخ دیده می‌شود. با این حال شواهد حاکی از آن است که بشر از اواخر دوران پارینه سنگی در جزیره‌های ژاپن زندگی می‌کرده است. در پایان آخرین عصر یخبندان ژاپن از طریق خشکی با قاره اوراسیا پیوند داشت. آب شدن یخ‌ها باعث جدا شدن جزیره‌های ژاپن از خشکی‌های قاره اوراسیا شد. به طور کلی میتوان تاریخ ژاپن را به 4 دوره کهن، دوران امپراتوری، دوران شگون‌ها و دوران مدرن تقسیم کرد. خب بینندگان عزیز، باز هم خوش آمدیم به ادامه برنامه. یک پکیج معلوماتی در مورد اقتصاد و تاریخچه یک کشور ژاپن با دیگر دیدیم. بچه ها در مورد سیاست و حکومت ژاپن تا حال حرف نزده، ببینیم که اصلا حرف برای گفتن نمون. در مورد حکومت ژاپن یک کشور شبیه به ژاپن پیدا کنم باشه بگم انگلیس. نحوه حکومت ژاپن مثل انگلیس، یک پادشاه سوری داره، یعنی فقط در به اسم نمادین پادشاه نه، اما خب اصل قدرت دست پارلمان کشوره. البته در کنار پارلمان، پارلمان باز خود یک نخست وزیر انتخاب میکنه برای خود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپنه، پارلمان قدرت اصلی داره، انتخاب نخست وزیر توسط پارلمانه.
پارلمان هم که خب میفهمه دیگه توسط مردم انتخاب میشن دیگه. پادشاه بیچاره یا امپراتوری بیچاره که تعیین میکنه؟ امپراتور خب به نحو سنتیه، نسلی باشه، نسلیه خب. یعنی مثلا قبل تا 140 سال پیش سامورایی ها در ژاپن به نحو حاکم بودن، حکومت دست سامورایی ها بود. با این حال که 140 سال هم از این قضیه تیر میشه، از حکومت سامورایی ها تیر میشه، هنوز هم سامورایی ها جز طبقه ممتاز کشور ژاپن هست، یعنی اشراف زاده های هم آنی رو گفتیم. بعد در ژاپن طوری گفتن مثل دیگه کشورها در حالی که امپراتوری هست احزاب زیادی وجود داره. مهمترین از این احزاب میتونیم حزب لیبرال دموکرات شو بگیم که بسیار قدرت هم داره، بیشتر در همین تعیین نخست وزیر هم کار میکنه. یکی از بله، یکی از چیزی که مشابه هست با کشور ما شهرداری های 47 ولایت ژاپن، 47 همون ولایتی که دارن، هر کدام یک شهردار دارن و یک شورای شهر، دقیقا مثل افغانستان ما و شما. در هرات مثلا ما یک شهردار داریم و یک شورای شهر که با هم با همکاری هم این کار امور شهری را انجام میدن. 1800 تا شهر کوچک و جزیره کوچک و دیگر و دیگر در بین خود خود دارن که همه از اینها برای خودشان یک شورا دارن، به خاطر تعالی شهر خود خود، پیشرفت شهر خود خود کار میکنن. و به نظرم که یکی از سیاست ها یا همون پلان سیاسی خیلی قشنگی هست از طرف حکومت ژاپن که معطوف میکنه مردم برای ذهن مردم برای این که بتونن تغییر بیارن، ایجاد تحول بکنن در جامعه. خب اگه مایل این یک پکیج معلوماتی آماده هست بله. در مورد سیاست و حکومت، خب بینندگان عزیز، سیاست و حکومت یک پکیج معلوماتی کامل همکارم درست کردن با دیگر میبینیم و همچنان گیتی نما ادامه. سیاست و حکومت. ژاپن یک کشور امپراتوری است، حکومت در آن به صورت سیستم پارلمانی مشابه با بریتانیا می باشد که در حقیقت نخست وزیر آن را اداره می کند. امپراتور نماد کشور و وحدت ملی است و در رابطه با امور حکومتی قدرتی ندارد. تمامی کارهای امپراتوری در رابطه با امور کشوری بر اساس توصیه ها و تصویب کابینه صورت می گیرد. نهاد قانونگذار در ژاپن شورای ملی و مجلس مشاوران یعنی سنا است. شورای ملی ژاپن 480 عضو دارد که با رأی مردم برای دوره‌های 4 ساله انتخاب می‌شوند. اعضای مجلس مشاوران 242 نفر هستند که با رأی مردم برای دوره 6 ساله انتخاب می‌شوند. سیستم حکومتی ژاپن بر اساس فعالیت احزاب سیاسی قرار داشته و احزاب سیاسی نقش تعیین کننده‌ای در صحنه سیاست کشور دارند. در شرایط کنونی مهمترین احزاب سیاسی فعال عبارتند از حزب لیبرال دموکرات، حزب دموکراتیک ژاپن، حزب کومه جدید، حزب کمونیست ژاپن، حزب سوسیال دموکرات، حزب لیبرال دموکرات و مهمترین حزب سیاسی در ژاپن است. در ژاپن 47 استان و تعداد کل 1800 شهر کوچک و بزرگ و روستا دارد. هر شهرداری واجد شورا می باشد، فرمانداران استانی و شهرداران با رأی مردمی انتخاب می شوند. هر شهرداری واجد شورا می باشد، فرمانداران استانی و شهرداران با رأی مردم انتخاب می شوند. بینندگان گرامی، خوش آمدید بخش پایانی برنامه گیتی نما از شبکه تلویزیونی استقلال. در رابطه با ژاپن بسیار صحبت کردیم، در رابطه با جغرافیای اقتصادی، در رابطه با حکومت و سیاست، جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و همچنان در رابطه با تاریخچه ژاپن هم صحبت کردیم. حالا می‌خوایم در رابطه با یک مطلبی صحبت بکنیم که بسیار جاذبه داره و کشورها را همین مطلب شهرت میده. بچا می‌خوایم در رابطه با مناظر طبیعی، مناظر دیدنی صحبت بکنیم. ژاپن از لحاظ الکتریکی توریک صحبت کردیم بسیار پیشرفت کرده و یکی از جاذبه های ژاپن همین لوازم هست که مترو، موتورهای برقی، تاکسی های هوایی یا خیلی از این وسایل های دیگه، حتی لفت هایی که وجود داره، آسانسور هایی که وجود داره، بسیار به یک حالت دیگه هستن.
تمام اینها را آمده جاذبه ایجاد کرد، تمام اینا دست به دست هم دادن تا ژاپنر من حیث یک کشور صنعتی پر جاذبه نشان بدن به جهان. میخوام بیشتر صحبت بکنیم در رابطه با مناظر دیدنی و مناطق دیدنی. من قبل از اینکه مشتاق شروع کنه در مورد مترو چون گفتی یک چیز جالب بگو. قطارهای ژاپن، متروهای ژاپن از جمله قطارهایی هستند که بسیار بسیار منظم هستند. یعنی تأخیر قطار شاید در هر ایستگاه مترو متوسط 18 ثانیه فقط. می‌دونی؟ یعنی مثل دیگه کشورها که بعضی‌ها تا 15 دقیقه، بعضی‌ها تا یک ساعت هم طول می‌کشن، نیه. 18 ثانیه حد اکثر بوده، متوسطی بوده که قطار دیر آمده به ایستگاه. این خیلی نظم خوبی را آورده برای چیز. یک چیز دیگه هم یک خیابونی هست، یک اتوبان بزرگی هست در ژاپن، ایران برای توریست‌ها جور کردن. از وسط یک دونه برج رد میشه. شاید عکسی رو دیده باشه. یک برج ساخته شده، از وسط همین برج یک اتوبان رد شده که موتورها از وسط همین برجان رد میشن. یکی از جاذبه های توریستی ژاپن همینه. ببینیم آبخیر. یک زمانی خیلی مهاجرت هم صورت میگرفت، خیلی ببخشید، از طرف ایران مردم میرفتن به طرف ژاپن و بیشتر به خاطر همون فرزند خواندگی میرفتن که میگرفتن، طوری که قبلا صحبت کردیم مهاجرت ها صورت میگرفت، ولی الان هر چی که هست به خاطر همین جاذبه ها هست. چشمه های آبگرم زیاد داره ژاپن. بله، وقتی که از ژاپن صحبت میکنن و از شهرهای ژاپن صحبت میکنن، زیباترین شهر ژاپن ناخدا توکیو بیاد. بله، پای تختش. مثلا در باره پای تخت ما دیروز یک کلیپ با کامران دیدیم واسه از شبهای توکیو. بله. توکیو چهار بار ما نگاه کردم، یک چند بار هم که بله. کامران نگاه کرد. اصلا از حیرت دهم وا مونده بود، چی کار میکنن اینا؟ لایت ها، رنگامیزی ها، ساختمان ها، جاده ها، حرکت موترها از یک باند میرن یک باند دیگه کلا خالیه. این برده ترافیک با میستن اما از او باند نمیرن. قوانین مقرر همه جاذبه. ما چهار بار نها کردیم، یک بار ترافیکی دقت کردیم، یک بار ساختمان ها دقت کردیم، یک بار جزیره خود و کوچک در داخل شهر. اصلا کلا شهر زیبایی باید خودش مصد درستن. خدا قسمت کنه. خدا قسمت کنه. از جمله مناطق دیدنی شهر توکیو، قلعه ایدو، برج توکیو. برج توکیو شاید همون منطقه تو گفته باشی باشد، چون همون گفتی از میان یک برج یک اتوبان رد میشه. اسم برج دقیقاً منطقه گینزا، باغ شینجوکو، معبد میجی، اسمای مشکل هم دارم، موزه ایدو و پارک اینو. اگر ما شما رفتیم با شما هم اینجا میرم از شهر توکیو. انشالله ماتسوهیتو ما رو بطلبه و با شما بریم ژاپن. گودزیلا میشناسین شما؟ بله. اسمش اینه، اسمش گودزیلا، اسم یک شهروند ژاپنیه از معروف شده. البته فیلم درست کردن در مورد از اون حمود دایناسورها و دایناسور بزرگی میایه. فیلم گودزیلا شاید دیده باشین. بله، دو تا سیز شده. اون تو اسم یک شهروند ژاپنیه گودزیلا. بله. دیگه اگر یه روز رفتیم گودزیلا بیاد نترسیم. نه، یک انسان عادیه. سلام گودزیلا. دقیقاً. خب اچه بریم با هم هم خداحافظی بکنیم به نظرم، همین بسته معلوماتی رو اعلام بکنیم. اصلا خداحافظی بکنیم بعد بریم بسته معلوماتی رو ببینیم. بله بینندگان عزیز، ما با شما خداحافظی میکنیم اما شما بیننده باشید، ما دیگه برنامه گردیم. شبهای اما... توکیو رو ببینیم. بله، شبهای توکیو رو ببینیم. خیلی از جاذبه ها و مناظر طبیعی قشنگ یک کلیپ آماده میشه، یک بسته پکیج معلوماتی هم هست در کنار از کلیپ. برین با هم او رو ببینیم انشالله. ما از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. عزیز دلم، خدا نگهدار. ممنون شما، شما رو به خدا میسپارم. خدا من یار نگهدارت. یکی از دیدنی ترین شهرهای ژاپن توکیو می باشد. این شهر که در شرق ژاپن و در جزیره هونشو واقع است، علاوه بر آنکه پایتخت و مرکز این کشور است، از بزرگترین و مهمترین شهرها و بنادر جهان به شمار می رود. توکیو با 8,483,050 نفر جمعیت، سومین مرکز تجارت بین المللی و بورس جهان پس از نیویورک و لندن است
قلعه اودو، برج توکیو، منطقه گینزا، باغ شینجوکو، معبد میجی، موزه ادو، پارک ونو، رودخانه سومیدا و بازار آکیهابارا از جمله معروف‌ترین مناطق دیدنی این شهر به حساب می‌آیند. همچنین هیروشیما بندری در جنوب غربی جزیره هونشو است. این شهر مرکز صنایع پارچه بافی ژاپن بوده و به سبب تولید فراوان فولاد، اتومبیل، لاستیک، کشتی و از قطب‌های اصلی تولید در ژاپن به شمار می‌رود. بر اساس آمار سال 2005 میلادی، هیروشیما 1,154,595 نفر جمعیت دارد. تمام ساختمان‌های هیروشیما در بمباران اتمی در 6 آگوست سال 1945 توسط نیروی هوایی آمریکا از بین رفت. بر اساس تخمین آمریکایی‌ها حدود 70,000 نفر بر اثر بمب اتمی کشته شدند. موزه جنگ و پارک صلح هواکون از جمله مناطق دیدنی این شهر هستند. شهرهای کیوتو، یوکوهاما، ساپورو و فوکوآکا از جمله بزرگترین و دیدنی‌ترین مکان‌های ژاپن می‌شود. کشور باستانی و صنعتی ژاپن شاهد ظهور و رشد اشخاص و مشاهیر برجسته‌ای نظیر ماتسوهیتو میجی، هیروهیتو، یاسوناری کاواباتا و آکیرو کوروساوا بوده است. ماتسوهیتو میجی از سال 1867 تا 1912 امپراتور بود. در خلال امپراتوری او، ژاپن به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان تبدیل شد و نیروی دریایی آن کشور به جمع قوای دریایی برتر دنیا پیوست. او به نظام فئودالی ژاپن پایان بخشید و ضمن ممنوع کردن اعمال ستم و بی‌عدالتی نسبت به طبقات ضعیف جامعه، مدارس دولتی را نیز تأسیس کرد. همچنان یاسونوری کاوابانا، رمان نویسی که در سال 1986 موفق شد جایزه نوبل در رشته ادبیات را کسب کند، از دیگر بزرگان ژاپن است. از برجسته‌ترین آثار او میتوان به سرزمین برف اشاره کرد. و آکیرا کوروساوا شخصیتی بود که با فیلم راشومون برنده جایزه فستیوال فیلم ونیز شد. از فیلم‌های مشهور او میتوان هفت سامورایی، سریر خون، ریش قرمزه و رویاها نام برد.